این تحور است 30 سال حکومت میکنه، 30 سال پادشاهی میکنه و اسم اوستاییش هست تخمه اوروبا. تخ یعنی قوی. شما که میدونید که لقب رستم چیه؟ تن یعنی تن قوی، تن قوی. اوروبا یعنی بدن، جسم قوی. و این مثل هرکول ایرانی، حالت هرکول ایرانی داره و جز این کاری که انجام میده به مردم هنر بافتن، مرسی، هنر بافتن، قالی بافی یاد میده که چجوری حیوانات به صورت عهدی در بیارن حیواناتو و خواندن و نوشتن. حالا چجوری؟ این معروفیت تحموله است، لقبش هست شیطان سوار، شاه شیطان سوار. داستان از این قضیه که یه روز از خودش میرفته با اهریمن مواجه میشه. این از یه میرفت به هم یه خواهد میگه تو شکاری و فلان خیلیش رو میگیره و اهریمن که انگرمنیو اسمش هست به اوستایی خیلیش رو میگیره، میره رو کولش سوار میشه و میگه بزن بریم و دور دنیا میگرده رو کول این اهریمن. اهریمن سواری میکنه یک دور توریستی، تور توریستی مجانی دور دنیا میگرده واسه خودش و اینا و هنگامی که در حال سفر بوده دیوانی ها شروعش میکنن، جونشون به لبشون رسونن، قیام میکنن و اینا و همه نابود میکنن، میزنن و درب دقو میکنن و اینا و تموره از مجبور میشه که این سفرش رو کوتاه بکنه، برمیگرده روی زمین، میره دوباره اسلحه و فلان اینا که اینا رو سرکوب بکنه و اینا رو به نبرد بپردازه با این دیفا. شما اینجا دقت بکنید، این کنار یک سمبولی هست که سمبول سنمور هست، حالا این بزرگش رو بهتون نشون میدم. این ریشه ساسانی داره، در واقع این اشتباهی که رو بذارن اینجا، چون از لحاظ کرونولوژی از لحاظ تاریخی نمیتونه اینجا باشه، این خیلی بعد از حتی اخامنشی هست، پیش دادن که قبل از اخامنشی بوده، بس این نمیتونه اینجا باشه، ولی خب گذاشتن این آره این سیمرغ، این سیمرغ لا به صورت دیگه هم این سیمرغ در واقع یک مرغ مقدس بوده در زمان ساسانیان و این یک نقشی هست که در قرن ششم هفتم بافته شده روی پارچه ابریشم که در ویکتوریا و آلبرت میوزیم دیده میشه این و اسم اصلش سنمرغ بوده، نه این داستان عطار که میگه سی تا مرغ رفتن خودشون رو دیدن تو آینه و فلان اینا، ریشش این نیست، ریشش سنمرغ هستش. سن یعنی مرغ و مرغ مثل مفهوم مرغ شیکایی داشته، مثل باز، مثل عقاب، یعنی چی مفهومی داشته و این همون حکمی رو داشته در زمان ساسانیان که فرابهر داشته در زمان اخامنشیان، رابطه با الهیت و این یک موجودیه که از بدن شیر تشکیل شده، پنجه‌های شیر، بال عقاب و دم طاووس. این سنمرغ باشه، روی ظرف‌های ساسانی هست، به صورت مختلف خیلی پیدا میشه از این تصویر سیمرغ. خب این داستان تحمورس دیوبند از این قراره که همونطوری که گفتم به مردم بیاد بگه که چجوری قالی بافی بکنه، چجوری هنر پارچه بافی اینا و اونجا رسیده بودیم که برمیگردی روی زمین و با این یک نسخ، این یک مینیاتور از شاهنامه معروف شاه تماس بود که این چقدر ظریف و چقدر زیبا و قویه کار این مینیاتورش و اینجا میبینید که تحوره هست داره سرکوب میکنه این دیوار. دو سوم این دیوار رو دستگیر میکنه، یک سومش رو با اون برزش میزنی تو سرشون رو در داغونش رو میکنه اینا و اون دو سومی که بودن میکنن تو رقا ما رو ببخش اینا یک دیل به پیشنهاد میکنه، یه پیشنهاد داریم خیلی برای تو جالبه، یه بیزنس خیلی عالی برای تو داریم اینا، میگه چی پیشنهاد میکنیم؟ یکی اگه تو
ما رو زنده بذاری، در عوض ما به تو خوندن رو یاد میدیم. خوندن یاد میدیم. یعنی در میشه نتیجه گرفت که تحول از بی سواد بود. تحول از بی سواد بود میگن که ما میتونیم که از تو یه آدم فهمیده و انتلکتوال و دانشمند بسازیم. در نتیجه اینو به تمورس یاد میدن و تمورس به مردم خواندن و نوشتن یاد میده. و میبینی که دیوا با این پشم و پیلی و دیگه دندون و چنگ و اینا ظاهراً از پیشتایان درجه تمدنشون بیشتر بود. خب اینم نسخه شاه دماس و همون که داشتم میگفتم که به طور کلی این قسمت این فصل این فصل‌های مختلف پیشدادیان در ابتدای شاهنامه مرتب نزاع و مبارزه هست بین پیشدادیان و این دیوا، این دیوایی که پشم و پیلی دارن، شاخ دارن، دندون دارن و بوی بدن میدن. ولی مسئله اون که جالبه که در نظر بگیریم این که اون نیرو که از بالا میاد اون مطرحه، اون که ریشه آسمانی داره، اون که اصلش آسمانیه. و اینجا ما شاهد باز مبارزه اسپری روح با مادیات هستیم که همیشه روح باید غلبه بکنه بر مادیات، یعنی شناخت اصلی از روح، حتی اگه مجبور شدن به زور از اینا بگیرن، بلکه شناخت تکنیک، شناخت مادی دست اینا سنت کردن، اینا سنت کارن، اینا کارگرن، ولی چون روح عجیت داره اینا به حقشون حق میدن که بگیرن ازشون رو به واسه که خب اینا فر ایزنی دارن. واسه که اون فر رو دارن، اون فر، اون قدرت، اون توانایی و این اجازه رو بهشون میده که همچین برخوردی داشته باشن. و اون کلمه فر که اصلش میگن که از لحاظ زبانشناسی میخوره به خور و خورشید و نور، چیزی که نورانیه، یعنی اصلش میخوره به اون خور در زمان اخامنشی. خب این از پادشاهی تحمورست. حالا میرسیم به پادشاهی جمشید. پادشاهی جمشید 700 سال بود. به اوستایی در زمان اوستایی یما خشایتا، یما یعنی خالص و پاک و خشایتا یعنی نورانی، پاک و نورانی. و چه کاری انجام داده؟ این یاد داده به مردم که اسلحه بسازین، باز پارچه و اینا، خونه بسازین، کشتی بسازین، کشف فلزات و سنگ‌های قیمتی، استخراج چیز عطر و دارو شفا. و یه کاری که کاملا نو و انقلابی که میکنه این که اجتماع رو، این به اصطلاح طبقات اجتماعی رو اجتماع رو تقسیم میکنه به طبقات مختلف و اونایی که شغلای مشترک داشتن با هم جمع جور میکنه. اینا میگه از این به بعد اون چهار تا طبقه اجتماعی مجزا خواهیم داشت. اون بالای چیز پیرامید سوسیال مخلوط اجتماعی میشه گفت، اون بالای مخلوط پیرامید بالای بالای هرم اجتماعی و طبقاتی. اون بالای که هست، اون طبقه که اسمشو میذاریم آموسیان. آموسیان کسایی که کارشون نماز و دعا و عبادته و این از مردم جدا میکنه، دیگه شما حسابتون جدا، شما برین تو کوه عبادت بکنید، نماز بخونید، اینا رابطه با الهیات دارید، حسابت اصلا مردم جداه و اونجا نزدیک شما به خدای نورانی. طبقه دوم اسمشو میذاره نیساریان. این نیساریان کسایی هستن که دلیر و شجاع و جنگجو در به پیش سپاه حرکت میکنن و تاج و تخت پادشاه حفاظت میکنن و مراقبت کنن که این شکوه پادشاهی رو حفاظت میکنن، شکوه پادشاهی و اشخاصی دلیه هستن. این در طبقه دوم اون هرم اجتماعی قرار میگیرن. طبقه سوم اسمشو میذاره نسودی. این نسودی ها کارشون شخم و کارشون با زمینه و در شاهنامه فردوسی میگه که از کار از این کارشون تغذیه میکنن، تغذیهشون همه میکارین و درو میکنین و میخورین، همین رابطتون با زمینه. طبقه چهارم اسمش هست طبقه آبنوپوشی.
طبقه آبلو پوشی اینا میگه که آدم های بدخ میان و همیشه سرشون تو کارشون و کارشون صنعته، یعنی ذهن اونا میگه همیشه در تشویشه، همیشه در تشویش بسنن که باید کار بکنن و دیگه با کلنگ و بیل و عرو چکش رو پایین‌ترین رده‌ای که طبقه صنعت کار میشه. البته این در سیستم اروپایی وجود داره، این خاص سیستم هند اروپایی فرضیه که میگه حتی مثلا توی حالا تو خود فرانسه همینجوری همچی حالا عکس بهتون نشون خواهم داد، همچین اختلافات طبقاتی هست، بالا میگن کلرژه، طبقه دوم نوبلس، طبقه سوم تیرز اتا، نوبلس که اشراف، کلرژه که میشه مثلا تیرز اتا که میگفتن پرودکتور، تولید کنندگان، اینجا طبقه سوم و چهارم میشن تولید کنندگان. آخه همین بحث این که عجیبه که مثلا کارگر میاد بالا صنعتگران زیر در... یا اونا مالکن، کسایی هم که مالک زمینه، فکر کنم که مالکن طبقه دهخان، فکر کنم در رابطه با اونه، اون سیستم اروپایی سه تا از اینا چهار تا گذاشته، یعنی کارگر پایینه بالاش برزیگر و پس همون کارگر پایین کارگر است در روی پایین. خلاصه اینم از این ابتکار آقای جمشید و این اختلاف طبقاتی از جمشید به بعد بوده و این جمشید خب خیلی خیلی کارا میکنه، 700 سال زندگی کرده بوده و اینو میبینید که روی تختش نشسته و دیوا باز این بیچاره دیوا رو زدن تو سرشون، یا تخت مارم ببرین برو برو متا این یه اشکالی پیدا میشه تو کار جمشید، اینه که این جمشید خیلی از خودش خوشش میاد، خیلی پرو پر افاده میشه و فکر کن که بله من خودم این دو خدایی هستم و ابرقدرت تو اینا و خودش میخواد جایگزین اهورامزدا رو کنه که من همه کار کردم بس خودم خدام و خب این دیگه کار به اینجا که میکشه اون فر یزدان درخشید، اون فر یزدان ازش جدا میشه، اون فر ازش میاد بیرون، پرپر میزنه میره آسمون. اینه که این رسپت که اصلا بیاده شعر گروش جنبایی میفتنه که داد از دست های من فر از دست رفت، مثل فر از دست من فر از دست رفت، فر برش میکنه میره، ولی بعد وقت تو بیچاره میشه این فر که ازش میره کاملا شلوغه میشه و تمام توانایش رو از دست میده، واسه این فر موتور این بوده، مثل اون قوه دیو قصد که اون خلگوش هست میدونی برمون و یه همچی حکمی داشته، این فر که ازش میره دیگه هیچی نیست و کارش بیخ پیدا میکنه و اونجاست که مردم ایران میان که بابا این چه جور پادشاهی کارمون ناجور شد و فلان اینا و نظامی ها ارتشی ها میرن بریک یا نه زمان گفتم فقط چون میدم خیلی هنوز صفحه داریم. آره خب من تا آخرش میرم، تا آخر این بعدش میرسم اون قسمت کنکلوزیون نتیجه و آره این داشته میگفتم که میرن دنبال یک پادشاه از دیار عرب، میگن آقای ضحاک تو بیا جای جمشید چون با این دیگه سر خیلی وزین ناجور شده، رابطه مو شیکراب شده اینا، تو بیا پادشاه باشه و میرن دنبال ضحاک و این جمشید فراری میشه، جمشید فراری میشه. حالا اینم اون فرابعد که صحبتش بود که از جمشید میده بیاد بیرون و راشو میکشه میره دیگه، این ضعیف میشه دیگه، هر کسی بخواد میاد هر کاری باشه بخواد میتونه بکنه. این که البته این مسئله هخامنشی دیگه، شما دیدی سنمورف که میخوره به ساسانیان، این میخوره به هخامنشیان، ولی همون حکم داره. خب حالا میرسیم به ضحاک که میبینی که ضحاک 1000 سال زندگی میکنه و نام اوستاییش اژی دهاکه، اژی یعنی مار، دهاکه معنای مختلف داره، این مار خطرناک، مار و به فرانسه نوشتم که دیگه معلومه چیکار بکنه، باید که قارشمیش بکنه شروع کنه همیشه به هم بزنه. خب این آقای ضحاک میره دنبال فریدون دستگیر میکنه، دستگیرش میکنه و میگه که حالا خدمتت میرسم و اینا،
و این زها کسی که بیشتر از همه تو داره پیجا زندگی میکنه، هزار سال یک قرن زندگی میکنه. حالا اینو میخواستم بهتون نشون بدم واسه اینا کنید. این زها که میبینید روی دوشش دو تا مار هست، از سر طرف یه مار بیاد بیرون و این اسطوره است که به صورت انسانی در میاد. واسه که تو اسطوره قدیم موجودات اسطوره‌ای بودن که سه تا سر داشتن، یا سه تا سر مار یا سه تا سر سگ. و چون این زها که موجود اهریمنی و جهنمیه، این میتونیم رابطه بدیم با یک سگ جهنمی که اسمش هست سربر، که اینجا میبینید که سه تا سر داشته و این محافظ جهنم بوده، این درگون جهنم بوده. ایرانی ها زمان هخامنشی و حتی قبلش در رابطه با یونانی ها بودن، و حتما این اسطوره یونانی رومی احتمالاً شاید تأثیر هم گذاشته روی اسطوره‌های ایرانی. برحال این تصویر اون موجود خارق العاده که سه تا سر داشته باشه، حتما قبلا زهاک سه تا سر مار بوده به احتمال قوی، که به صورت انسانی دوده سر انسانی، شکل انسانی پیدا کرده. از شبت که حالا زهاک میاد جمشید رو میگیره و دستور میده که اینو از وسط ببرن، دستور میده که این مجازاتشه، دستور میده که از اقل از وسط ببرنش. خب این خیلی جالبه که من همشه تشکر کردم که چرا اینو به این صورت از بالا به پایین میبرن. شب پدرش رو در میاد از وسط که خیلی راحت‌تره، واسه اینکه اینجا شیکمه که مقاومت آیه ستون فعالات هم آقای این کلی خولاد وقت گرفته کارشون که از بالا تا پایین بگیر و عره. آره اونم باره خیلی سخت و ناجور باشه، مدار راشه فکر کردم، خیلی فکر کردم باشه مثلا که چرا اومدن مثلا اینطوری از بالا تا پایین. بگم خب به حال ما ایرانی ها میگن هنر نزد ایرانیان است، بعد شاید می‌خواستن قرینه باشه از لحاظ استتیک، از لحاظ زیباشناسی، شاید می‌خواستن چیکاری بکنن که وسط دقیقاً دو تا نصفه کاملا مدل هم باشه و لحاظ استتیک. واسه این برداشت نقاش بوده یا اینکه شعر خوده این هیچ جا تو شعر نگفته از وسط بده. خب همین شرط از برداشت ولی نقاش، ولی جاهای دیگه به هم صورته توی برداری جانم کپی برداری کردن. آره دیگه یه جاهای دیگه نیناتوری دیگه همیشه از بالا به پایین. گفتم خب این لابد میکنن همیشه از کله میکنن. آره خب خیلی سخت دیگه بریدن اینا نمیدونم. حالا برای اینو کار این بسیار تجربه قشنگیه، این نیناتور صحنه جالبی و قشنگی از روزی سی باشناسی. نگاه شکنجه از نظر چیز شکنجه نگاه کنی خب از من پدرش در یاد دیگه آره نمیده چیز بحثی هست 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 پیشنهاد می کنم این میزینگر دیگه بذاریم که داشته به این صحبت بکنیم که اگه داشته بده یه نتیجهی بگیریم بسیاریم کاری که زخار کرده بود چی بود؟ خیلی جالب بود این تصویر؟ نه قبل اینجا میسیانش این چه کاری کرده؟ آنه هدفشه دیگه، معمولیتشه دیگه، رو زمین دیگه به هم مشخصی دیگه دیگه همه کار کرده دیگه. آره خب این هم جزای جمشیده و زهاک به پادشاهی پادشاه میشه و کجا بودم؟ و پسر آبتین اونم بکش، پسر جمشید آبتین اونم بکشتن میده و نوه جمشید فرار میکنه که فریدون باشه. شعر داشتم ولی نمیخوام چون وقت مکمله. اینجا میبینی که زهاک اومده یه مقدار چند وقت مونده تقریبا 10 دقیقه بعدش اگه سوالی نبود میتونی بگی که مثلا شعرهای خاصی میتونی باشه. این اومده یه خوابی میبینه زهاک که خیلی وحشت‌زده میشه، میبینه که ولی در خواب میبینه که یک جوونی میاد با گرز بافسر اینو میکوبه اینا و اینو میکشونه تا کوه دماوند و اونو به زنجیر میکشه توی غاری تو کوه دماوند. خیلی وحشت بیدار میشه اینا و تمام دانشمندان و طبیبان و نجومان رو احضار میکنه، میگه که بله من یه همچین خواب دیدم
این انترپریتاسیون تعبیرش چیه؟ میگن که ولی همطور سه پدرت هم در میاد همچین چیز سریعت میاد اینا هم واقعیت داره هرچی دیدی تو خواب و این جاسوس و مأمور همچی میفسته همه جا که اینو پیداش کنی این فریدون رو بیاریم برای من و در این به این فریدون میره توی کوه قایم شده بود یک گاوی به اسم پرمایه گاوی به اسم پرمایه رو تغذیه میکنه و این هم جزوه اسطوره هایی که در رابطه با پادشاهی این هست که میگن که اینا باید در جوانیشون در رابطه با طبیعت باشن و چون یه گاوی خیلی زیبا و حالت مقدس داشته بوده نمیشد که یک موجود نرمال اینو تغذیه بکنه یه گاوی اسطوره باشه هم دیگه که شما میدونین در اسطوره های رومی رموس و ربلوس این دو قولوهایی که روم رو تأسیس کردن یک دونه گرگ ماده اینا تغذیه کرده بود این باز بعد دیگه دید اسطوره های خیلی قدیم در نتیجه خب این بزرگی شو 16 ساله که میشه به مادرش میگه خب داستان اینا چیه برای من تعریف بکن تمام اینا مادرش میگه که بله همچین زواب اومده جد تو کشته تو فراری شدی و این تخت ایران مال توه متعلق به توه و اینا این تصویر بعدی چیه خب این میرسید به کاوه آهنگر این کاوه آهنگر 17 تا پسر داشته 16 تاشو میگردن میبرن میکشن مغزشون میدن به مارهای ضحاک اینا بخورن این دیگه جونش به لبش میاد پا میشه میره تو دربار پیش ضحاک میگه این چه بساطی که تو 16 تا از پسرامو کشتی دیگه من نمیتونم اینطوری فلان اینا این پسر 17 اومد باید به من بدی و به یک لحنی صحبت میکنه که یعنی این قسمت خیلی جالبه که آخه کسی که صاحب گفتار هستش در اجتماع خیلی مهمه هر کسی نمیتونه صحبت کنه و این میره تنها جلوی پادشاه صحبت میکنه و زبون ضحاک بند میاد اصلا همطوری میمونه نمیتونه جواب بده و مترجمن کشه تو در مقابل این صحبت کاوه این زبونش بریده و ضحاک میگه باشه مثلا این پسر هیردم تو بهت پس بینید ببر ولی یه خواهشی که ازت داریم ما یه دونه پتیسیون تومار داریم تو اینو امضا بکن پایینش که بله من هر کاری که کردم خوب بود و عالی و پادشاهی خوبی بودم و اینا اینه که میگه یه کابه کفش در میاد و داد و بیداد و دست پسرشو میگیره میگه که من دخلتو در میارم میاد از اون دربار خواهش میره طرف چیز بازار میره بازار و از آن چند کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای همان کاوه آن بر سر نیزه کرد همون گست بازار برخواست کرد نمیذاره سر نیزه اون پیشمند چرمیشو میگه که برای هر کی کسی کو هوای فرید میکند سر از من زهاب بیرون کند شما بیاین دنبال من دنبال این نیزه این پرچم امپروویزه که من ساختم و اون دشمن و دوست تشخیص میدونن دیگر رو میرن دنبال این نیزه که سرش این پرچم امپروویزه بود و میرن دنبال فریدون میگن بله ما آمدیم دنبال تو پادشاه مایی طرفدار تو هستی بریم سر وقت ضحاک و پدرش رو در بیاریم و فریدون این بیرق امپروویزه چی بود؟ امپروویزه به فرسته؟ فبدایه این بیرق فبدایه میده خیلی خوشش میاد اسمشو میذاره کاویانی درخش اسمش کاویانی درخش از آن کسان و کس که به رفقاه به شاهی به سر بند نهادی کلاه بران بی بها چند آهنگران وقتی نو به نو گوهران پادشاهی که بعد مرد که میاد پادشاهی که بعد از فریدون میاد پارچه های نفیس و جواهر آویزون میکنن به این که این نماد شورش ملی و وفاداری مردم به سیستم پادشاهی خب اینو میسازن و فریدون میره توی بازار یه آهنگران میگه که یه پرگاه میگه دستش یه عکس گاو میکشه رو زمین میگه یه گرز به این صورت برای من میسه گرز گاویانی میسازن میرن سر وقت ضحاک اونو سرکوب میکنه موقعی که میخواد بکشتش یه الهی میاد میگه فعلا نکشش بهش احتیاج داریم زنجیرش کن میبرنش توی کوه دماوند تو اون غار اونو زنجیر میکشه به زنجیر میکشه و میگن که وقتی که کوه دماوند به آتش فشانی
میاد، این مفهومش که زهاب داره زنجیرهاشو تکون میده، داره وول میخوره و این آتیش خارج میشه از اون کنه. خب این از این فریدون روی تخت میشینه، روی تخت میشینه و به قول فرانسوی ها میگه بله خیلی ممنون، بسیار عالی، وقت 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 چه کار خوبی کردین و خیلی ممنون به اینا، ولی به قول فرانسوی ها پیکیور دو رپل، پیکیور دو رپل گوشزد میکنه، میگه بایتون نره، چی گفت جمشید بهتون؟ یه بار شورش کردین، جنگ کردین و دیگه از این غلطا نکنین، چون شما نظامی نیستین، اون کار نظامی هاست، شما مردم صنعتکار اینا هر کسی باید جای خودش باشه، یادتون نره اون حرفی که جمشید زده، موبدان، نظامیان، کشاورزان و کارگران، هر کسی برگرد سر جای خودش، و یک بار این بار که اون کار کردین دیگه از این کار نکنین، دوباره اون سیستم طبقاتی دوباره پیاده میکنه. و حالا بیشتر جلوتر از این نمیرم، این تصویر رو میرم جلو که برسید اون، خب میرم که ضحاک به زنجیر کشیده شده، این فریدون صحبتش رو کردیم که دوباره ایران رو زندگی زنده میکنه، ضحاک رو سرکوب میکنه، میگن که موقعی رو تخت نشست جشن مهرگان تأسیس شد، بعضی میگن جشن نوروز، فکر کنم بیشتر جشن نوروز تا مهرگان، پای صحبت دیگه است. اینم این داست خیلی سریع، جمشید سه تا پسر داشت، سم و تون و ایرش، بیان اینا رو امتحان کنه، خودش رو تبدیل میکنه به اژدها، ببین یکی چند مرده حلاجه، سم فرار میکنه، سم اینجاست، تور که آدم خشنیه فوری میره حمله میکنه به اژدها، ایرش که مغزش کار میکرده میری با اژدها صحبت میکنه، میگه که بدون که ما سه نفریم، پدرمون ایرج از این کار غلط ها زیادی نکن، رو تو بکش برو اینا، و فریدون که خود اژدها بوده میگه من هر چه پسر عاقلی دارم اینا، جهان رو که قبل تقسیم بکنه، غرب کشور روم رو میده به سر، شرق کشور توران رو میده به تور، و زیباترین قسمت رو میده به ایرج که ایران باشه، و این میشه اولی بزن بزن و بکش بکش یه بین ایران و روم و توران اینا، و همطوری بس این سلسله پیشدادیان ادامه پیدا میکنه، و این بعدش سن و تور من ایرج رو میکشن، باز ادامه دارد این داستان، این رو زیاد حالا وقت نداریم روی این زیاد، این صحبت گرشاس رو که کردم، این مجسمه گرشاس هستش، صحبت کوچیکی بکنم باشه ببینیم هستش در باغ شاه، در باغ شاه که کمتر میشناسم، همطوری که بهتون گفتم گرشاس معمولیتش اینی که آخر زمان که شد این یاد این دست راست سوشیند هسته، سوشیند در سنت اوستایی معادل امام زمان شیعه است، یعنی آخر زمان که میشه این سوشنت میاد و جورهای آتش را میندازه و اونایی که کار غلط کردن را میسوزونه، کار خوب کردن مثل این که روده، مثل این که شیر ولرم روی پوستشون جاری میشه، همون به شیر ولرم میگیرین خیلی کیف داره. خب این سوشنت آخر زمانی معادل امام زمان شیعه است، آخر زمان سرگرش پیدا میشه، و این گرشاس میرن سر وقت ضحاک که تو اون کوه دماوند دستگیر شد، روی زنجیر کشیده بود، و اونجا ضحاک فرار میکنه، گرشاس میگیرتش و به صورت دائم یه میکشتش و دیگه آخر زمان میشه. اینم وظیفه گرشاس. حالا این تصویر آخره مونه. حالا چجوری این فنومن کاوه چجوری هست داستان؟ در جوامع بدوی، در ژاپن قدیم مردم آسمون رو نگاه میکردن، واسه خودشون یه منطقی میآوردن، منطق انسانی میدیدن که چی، که مثلا هوا گرفته است، خوشسالیه، تشنه ایم، گشنه ایم، داریم میمیریم، کی بارون میاد، و میدن که یک فنومنایی در آسمون صورت میگیره، ابرهای سیاه ایجاد میشه، و اینا معتقدن که بله یک اژدها، یک اژدهایی در آسمون، اژدهای
اجدهایی که این آبهای بارون زندونی کرده توی عبسیا. در مقابلی یک قهرمان نورانی سرکرش پیدا میشه و این شروع میکنه به مبارزه با اون اژدهایی که ابرها رو زندونی کرده بود، بارون زندونی کرده بود توی ابرهای سیاه، بزن و رعد و برق، و این برق رو که میبینن اینو تشبیه میکنن به یک اسلحه الهی که اون همون گرز باشه و معتقدن که یک آهنگر الهی یه همچین اثری رو میسازه و میده به اون خدای نورانی. پس اینا سه تا اکتور، سه تا بازیگر، سه تا بازیگر هستن: خدای نورانی، اژدهای خشکی و آهنگر الهی. آهنگر به کمک اون شناخت اگر میتونه کمک بکنه که این غلبه پیدا کنه. وقتی که اون سرکوب میکنه بارون رها میشه، اژدها سرکوب میشه، آبهای بارون رها میشه، میباره و زمین دوباره حاصل خیز میشه. این منطق بده. حالا چی شده در شاهنامه؟ در شاهنامه اومدن اینو ورداشتن اینجا، گفتن که تو کار چی شده؟ شوراندن مردم، یعنی دیگه تو اون نمیتونی که هم سطح الهیات کنی، نمیتونی که هم سطح اون قهرمان نورانی و الهی باشی، تو کارت شوروندن مردمه و مردم رو جمع کنی و یه کاری بکنی که اینا مردم رأی مثبت بدن به پادشاهی، اون سمت پادشاهی. و دیگه این از اونجا میاد پایین، در حالی که در جوامع بدوی بسی مثلا قبایل افریقایی هستن که اون آهنگر از رئیس قبیله مهمتره، واسه اون شناخت اصلی رو داره. در بعضی قبایل آهنگر حکم موبد داره، مثلا موبدان موبد داریم، اون موبد خیلی مهم و اینا اون آهنگره. ولی در اینجا اومدن که گفتن که بله اونایی که اون بالا هستن اینا باید ریشه الهی داشته باشن، در نتیجه صنعتکار نمیتونه، باید که اون بره طرف مردم و مردم بیاره طرف ما، این شغلشه. در نتیجه اینا میرن و همونطوری که دیدین زهاقو میگه اینجا میبندنش. اینجا که میبینین این تصویر میتراست، میترا که یک خدای نورانی بوده که مهر ازش گرفته باشه، گرفته شده یعنی آفتاب. و در متن‌های اوستایی فریدون یا فری تاونا که تلفظ میشه در اوستایی و میترا، اینا تمام اینا با اژدها، با یک موجود اژدها و صفت، اژدها صفت مبارزه میکنن و میترا خدای نورانی. در نتیجه هدف از اینه که در رابطه با اون اختلاف طبقاتی که بهتون گفتن، این نقش کاوه میشه نقش نو اسپارتاکوس ایرانی و اون جنگی که در آسمان صورت میگیره، خوشسالی که ایران چجوری دوباره حاصل خیز میشه، دست خود، دست مردم، دست طبقه صنعتکار نمیتونه بشه. و اون در فصل‌های آخر شاهنامه، اونی که خیلی جالبه، یه فصلی دیدم تمام شاهنامه رو خوندم پدرم در اومد که خیلی طولانی اینا، ولی در فصل‌های آخر در دوره ساسانیان کسرا نوشین روان رفته بود جنگ بکنه، یه منطقه رسید بود دیگه پول نداشت که به سپاهیانش پول بده اینا، میگن که بله بقیل یه دهی هست یه چند نفره بفرست اونا پول بگیرن که به تو کمک بکنن. میفرستن، یک آقای کفشدوز بوده، ترجمه شده لوتیه به فرانسه، میگه من پول دارم بهش میدم، مثلا نیست پول میدم به پادشاه، هرچی میخواد و شطور میارن و بس میکنن و سکه طلا و نقره اینا میذارن و میبرن پیش این کسوار میشه. من ترجمه میکنم میگه چه کشوری من دارم که کفشدوز میده از ثروتمند باشه. ولی اون کفشدوز به بزرگمهر اون وزیر کسوار میشه، میگه من خواهشی دارم. میگه چه خواهشی؟ میگه که بی زحمت به پادشاه بگی که پسری دارم که خیلی پراستعداده و خیلی دلمیخواد که جز منشیای پادشاه باشه، یا تو دربار کار کنه. اینو که به کس رو نوشید روان میگن خیلی عصبانی میشه و عقل میکنه این چه وضعی و فلان، رو میگه نه خیلی ممکنه تا موقعی که من زنده هستم هیچ وقت قبول نمی کنم که کسی که یه فر پوینتر باشه بیاد برای پسر من کار بکنه، چون فر کشاورزی بود، فر چیشه بود و اینا، این فر پس داشت و این نمیتونه، یعنی اون چیز فلسفی میگن اسانسور سوسیال، اسانسور سوسیال تو سیستم، این سیستم طبقاتی نمیتونه
نمیتونه فونکسیونه بکنه. دفعش یه پول و پولش رو جمع کنه ببره و بهش میده و دیگه نمیخوام اصلا ولش کنه اینا. یعنی تا این حد این سیستم ایدئولوژیک خالی بوده که توی خود شاهنامه نوشته که برای این حتی پادشاه وجود که احتیاج داشته اون پول اینا این قبول نمیکنه سیستم و اونو جوابش میکنه و اون سیستم همطوری ادامه پیدا میکنه. خب مطلب بازی ها دارم ولی اگه سوال دارین در اختیارتون هستم ولی دیگه بفهمید. پادشاهی توی سلسله پیشاگهی فرقی موقعی بوده؟ یعنی اینا فرزند اون یکی بودن؟ نه خیلی پیشیده از اینه. خب سلسله مختلف بوده نمیزدن میکشتن هم دیگه رو منطقی نبود. خب وقت آخرش میگم فریدون حق داره که پادشاه بشه چون موروثی بوده اینجوری. آره یعنی تو منطق شاهنامه اون رابطه خونی یعنی کسی مثلا وقتی که فریدون میاد سر کار میاد روی تخت میشینه میگن که فر جمشید در اون ظاهر شد. فر جمشید اومده رو تخت شریف داره نورانی شد نور زد بیرون و اینا و گفت فر جمشید اومد تو فریدون. چرا؟ واسه اینکه چون نواده فریدون بود. یعنی منطق اینه که از پدر تا پسر فر یعنی لژیتیمیته حق از طریق خانوادگیه نه از طریق کاردانی نه از طریق ارزش و انسانی. و خب یه صحبت جالبی هم که میتونیم میون کلامتون داشته باشیم در رابطه محمد شاملو چون میدونم که داوود خیلی محمد شاملو است من خیلی دوست دارم اینا یه توجیهی کردم محمد شاملو گفتش که گفته بود که زهاق اومده انقلاب کارگری صورت داده این اومده اینا رو زده و کشته اینا و اون سیستم طبقاتی که جمشید پیاده کرد اون ور انداخته و فریدون که مد کش دوباره اون سیستم طبقاتی رو آورده. همچین صحبتی هست با احمد شاملو و حتی گفته حالا من سندیتش رو نمیدونم ندیدم جایی نخوندم بعضی هم میگن که اومده شاملو تشبیه کرده کاوه رو به شبون ما که بله اون شبون اومده اون شاه بود بود سرکار این اومده فریدون آورده سرکار و این صحبت خیلی جالبه که چجوری از طریق ادبیات از طریق کتابی مثل شاهنامه اومدن یه سیستم ایدئولوژیک رو پایه‌گذاری کردن تو قرن‌های قبل که حتی من یادم مثلا مدرسه رازی که بودم واسه جشنهای 2500 ساله به ما شعر یاد میدادن که بخونیم برنامه تئاتر بود اینا که اینطوری بود داری تو فری یزدان به ما ستاری اون وقت تو داری تو فری یزدان به ما یاد میدادن که بگوین داری تو فری یزدان شاهش آیانه فری یزدان تا قرن 20 هنوز اون سیستم ایدئولوژیک پیاده میکرد. نمیدونم جواب دادم سوالتون یا نه. آره متوجه شدم فرمودی که خونی بوده ولی من توی پادشاهی اولی به نامبردین اصلا متوجه نشدم که این فرزند بوده. آره اینا فرزند پیشدادیان همه‌شون فرزند بودن. همه فرزند البته پادشاهان اسطوره‌ای هستند. اینا به تاریخ مربوط نمیشه. ببخشید من یه سوال فرمودید که اینا اسطوره‌ای بودن. ولی خب اولش یه جمله گفتید که پادشاه بودن از کیمرس شروع میشه تا یزدگرد سوم در صورت که یزدگرد سوم وجود داشته به ساسانیان میرسه. درست. من میخوام بدونم که اینا پس از یه جایی به بعد دیگه اینا اسطوره ای نیستن واقعا وجود داشتن دیگه به پادشاهای سوم بله بله حسن. خب خیلی سوال درستی که میکنه اون قسمت اول که مربوط میشه به پیشدادیان ها پادشان اسطوره‌ای هستن بعدش پیشدادیان سلسله کیانیان که اینا وجود نداشتن با کیقوباد شروع میشه بعد از گرشاس مخلین پادشان های پیشدادی میده به کیقوباد اینا میشه گفت سلسله افسانه‌ای افسانه بین اسطوره و تاریخ یه سری پادشاهان افسانه‌ای بودن و بعدش می‌خوریم به تاریخ که البته ساسانی یعنی ولی اون که جالبه همیشه تو سیستم ایدئولوژی که شتون خودشون رو رابطه میدن به الهیات اون جالبه که چجوری ساسانیان اون سیمرغ و اشکانیان و فرعون رو رابطه میدن به سیستم ما در واقع اینجا در ریشه سیستم ایدئولوژی که ایرانی هست.
ببخشید من یه سوال دارم، این قولا سمبول چی هم توی گفتم مثل سوال دوستای امریکا مثلا مثل چی؟ اونجا زمال اونها بوده این قولا در واقع مادیات، یعنی رابطه انسان با مادیات. شما مثلا کارگر رو که بگید، طبقه کارگر اون مادیات رو میشناسه، اون ماده رو میشناسه، اون میدونه که مثلا این فلز چجوری، اون میدونه چجوری کار بکنه که اون استخراج بکنه، اون میدونه چجوری فرمش رو عوض بکنه، اون میدونه که مثلا چجوری کشت و کار بکنه. یعنی اون طبقه که اینا اومده بودن روی زمین، ولی منظور دانش زمینی میشه گفت دانش زمینی، دانش مادی. نه مردم بومیه، شاید مردم بومی اونا از طرف خدا اومدن، بعد مردم بومی که مثلا فقط زندگی عادی رو میکنن، حتی سواد هم دارن و اینا، ولی اونا از طرف خدا اومدن به اینا دارن اون چیز الهی رو میگن. بعد این باشه آره، آره. بعدن یعنی اینا کارش رو میکردن اون زمین، اینا اومدن آدمشون کنن، چون اونا دیو بودن دیگه، اونا اومدن آدمشون بکنن، اون چیزی که بلد بودن گرفتن ازشون، ولی در ذهن گفتن که بله الهیات و طبقه بالا و طبقه اول دوم سوم چهارم اینو باید رعایت بکنیم، واسه که سیستم اینطوریه. ببخشید من چند تا اون وقت داشتم تذکر چند تا سال حالا که هنر نزد ایرانیان مال فردوسی هست، هنر نیست مثل ایرانیان هست به بست شد. نگفتم مال فردوسی، نگفتم مال فردوسی، گفتم مال فردوسی. نه نگفتید برای فرسایی، نگفتید همونچون که ایرانیان میگن هنر نزد ایرانیان هست و بس، هنر نیز ز ایرانیان هست و بس. خود فردوسی هم میگوشت هنر نیز ز ایرانیان هست و بس، نزد نیز برای خود فردوسی در موزه که در همه خود همیشی برای هست نیز 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 همچنین همچنین نیز یعنی همچنین، یعنی نزد یادان هم هست هنر نیست. نه اون نزد یا عادت هم آقای پیسترسن درست کرد که به خود آدم داخل نجات پرسی رو وجود بیاره. بعد گفتی که دنیا با ایران شروع میشه که من نه ایران بیاره. نه نمیگم دنیا با ایران شروع میشه، میگه دنیا با تمدن تمدن ولی توی شاهنامه در واقع وقتی میگه که کیومرث میاد بعد هوشنگ و اینا میاد، به در واقع اینا از کوه میان، نگفتش از جای دیگه بودن، نه ولی تمام به اصطلاح خوندن نوشته آتیشو کشف میکنن، فلزات کشف میکنن، سلسله ها رو میگن درسته، ولی که دنیا با ایران شروع میشه همچه حرف رو زده نه گفتن دنیا با ایران شروع میشه. شما جز گفته ها تو از اول گفتم که اول اینا گفتم که دنیا بعدش تفسیر میکنه به سه قسمت دنیا رو. اینکه در زمان سهم و فیبر ایرجه، ولی در کل و در زمان کیومرث شما اولی چیز بیو بله، یعنی اونجوری که فردوسی صحبتشو میکنه میگه دنیا و ایران اختلافی نیست بین اینا، تو بیانش طوری نیست که جدا باشه، اسم ایران رو میاره بعدش تفسیر میکنه، ولی قبلش باز اسم ایران آورده. نه و قبلش گفته که دیپ هام وجود دارن، کشورهای دیگه خودشم که بگه که سیامک برای میشه با یکی از کشورهای همسایه بود جنگه که توشون دیو بودن. خب برای صحبت شعر صحبت دنیا رو در مورد میگه تمدن جوری شروع میشه دیگه، یعنی اینجوری ما میتونیم برداشت کنیم، ممکن به صورت واضح ولی برداشت ما همینه دیگه، وقتی میگه که آتش رو کشف میکنه هوشنگ، یعنی در واقع بشریت اونجا بشریت رو میاد محدود میکنه به اون قسمت و این هم یه چیزه، یعنی از همون طرف تفکر موقع اینجوری بوده دیگه، دنیا مثلا آمریکا رو که نمیدونستم وجود داده یا مثلا اروپا رو نمیدونستم وجود داده. شما اگه بیاین تاریخ دنیا رو بگیرید، وقتی که از عصر حجر، عصر سنگ و عصر مصر و عصر آهن و فلزات صحبت میشه، فقط از منطقه ایران صحبت میشه، جایی که وجود داده این عصرهایی که شما عصر فلز میشناسید، عصر سرامیساز، مسیا، آهنه نمیشناختم. نه خیلی، هیچ چرا.